آقای سعید مرتضوی نامه عذرخواهی می نویسه و میگه عمدی از سوی ایشون در کار نبوده. یعنی آقای سعید مرتضوی که در طول این 7 سال تکذیب می کرد و می گفت اصلا در این ماجراها حضور نداشته، حالا عذرخواهی می کند. تحلیل شما در این ارتباط چیه؟ بله، من گمانم بر این هست که رئیس رهبری نگاه کردید که ادامه و کشدار کردن آجرای کهریزه در مجموع به نفع اهالی بیت به ویژه برای مجتبی خامنه‌ای نیست و به جوری از بالا به مرتضوی دستور دادن که یک چنین کاری بکنه و من گمانم بر این هست که این حرکت فردی نیست، چرا که او مدعی بود که من در اون ایام در مرخصی بودم و برای دکترا درس میخوندم، تحقیق میکردم. اینکه یک قاضی دروغ بگه و اگرچه ما آدم کشی ایشون رو از زهرا کاظمی به این سمت مصرین، اما اینکه در رسانه ها رسما بگه که اون موقع من مرخصی بودم اصلا نبودم و بیاد بپذیره و عذرخواهی بکنه و رسما مسئولیت قانونی اون فجایع کهریزک و قبل و بعدش رو بپذیره، این چیز یعنی یک حرکت فردی گمانم بر اینه که نمیتونه باشه و قاعدتا باید از بالا بهش دستور داده باشن. علتش هم میتونه چند چیز باشه. یکی به صورت ظاهر مثلا برای تحت و شعا قرار دادن تأثیر اون فایل صوتی های منتظری و بسیاری از موضوعات داخلی، اما مسئله اصلی این هستش که تکلیف این ماجرا باید به یه شکلی روشن می شود. می تونستن با همون 200,000 تومان جریمه مرتضوی رو برهانند، ولی این یه داغ لنگی بود چون پشتش خون هست و اینو نمیشه یه جوری ماسمالی کرد و از سرش گذشت. گرچه این رژیم ثابت کرده که اگر لازم باشه توی این کشور حمام خون براه میندازه برای بقای خودش، این که چیزی نیست. حالا مثلا 3 نفر یه جا کشته شدن و 10-20 نفر هم جای دیگه، ولی الان اینها که به انتخابات نزدیک میشن نگران این هستن که در یکی از این انتخابات آتی کلن مردم برگردن و اصلا حضور پیدا نکنن در انتخابات الا اون جماعتی که در اطراف خودشون هستن. اینا فقط یک وجهی به سیستم قضایی بدن، به بیت رهبری بدن، بگن نگاه کنید ما این فردی که همش میگفت از جانب ما فرمان داره رفت زیر تیغ و اعتراف کرده و طبعا مسئولیت فجایع رو شخصا پذیرفته و قاعدتا باید دادگاهیش و عواقبش رو هم ببینه. من گمانم بر این هستش که این شروع یک جریان نیست که باید باشیم و پایانش رو تماشا کنیم. بعیده میشه پایانش رو حد زد. شاید با همین توزش خواهی ماجرا جمع بشه، شاید آغاز بشه حتی. باید صبور بود و پایان کار رو دید. آقای نوریزاد، شما به بیت و آقای مشتبه خامنه‌ای یعنی فرزند رهبر نظام اشاره کردید. آقای علی مطهری هم در نامه‌ای که نوشتند گفتند کسانی باید محاکمه بشند که مرتضوی رو ساختند و از مرتضوی که یک شخصی بود که دنبال قدرت بود استفاده ابزاری کردند. اونها باید محاکمه بشند و ما میدونیم که اگر شما خاطرتون باشه در سال 1379 دادگاه انتظامی قضات خواهان برکناری آقای سعید مرتضوی شد. سوال من از شما اینه که واقعا چه کسانی پشت آقای سعید مرتضوی بودند که تونست توی مقام خودش بمونه، به این جنایات و آدم کشی ها با فرمان اونها ادامه بده و توی این 7 سال هم به راحتی بیاد و تکذیب بکنه ولی الان نامه عذرخواهی نوشته؟ در یک کلمه به ایک رهبری، آقای خامنه ای بسیار کینه توزه و برای امتداد این کینه توزیش نیاز به یک آدم بیچاک و دهن و یقه دریده‌ای در سیستم قضایی داشت
و علاقمند نبود که حالا مثلا به گنده هایی که با مغزهای کوچک مثل سید ابراهیم رئیسی که من فکر میکنم و اصلا نفر اول سیستم غذایی، نه این شیخ صادق لاریجانی، این شیخ صادق بسیار آدم ساده است، یعنی ساده لوح و بدون پیچش و آدم در این حال آدم سست و بنیانی است از نظر غذایی، ولی اون سید ابراهیم رئیسی یعنی آدم های کارکشته، آدم کش و بسیار بسیار پیچیدن. یا مثلا خود اژه‌ای اینه که اینا آدم های تعیین کننده دستگاه غذایی بودند و هستند، و این شیخ صادق لاریجانی آدم مثلا پرکیست در اون بالا هست که کارها انجام بشه، ولی به یک رهبری و یه نفر آدم قول شما نیاز داشت مثل این لاتروتا و شربون بیمخا بندازه وسط درو کنه. اول از روزنامه ها شروع کردن که مخواست هرچی کاسه کوگرم هست رو سر او شکسته بشه، واسه هم بیت بر کنار باشه، هم آدم های دان درشت دستگاه فضایی بر کنار باشن، و کاسه کوگه ها رو سر یه آدم مثلا بیچاک و دهن و مثلا یقه دریده مثل سعید مرتضوی شکسته بشه. حتی قتل بانوی مثل زهرا کاظمی هم از دست یک چنین آدمی برمیاد. اینه که من در یک کلمه ریک رهبری رو پشت سعید امام میدانم. من یادم یک قاضی برای من تعریف میکرد که من به صداقت این قاضی بسیار بسیار ایمان دارم. میگو ما نشسته بودیم پیش آقای شاهرودی و داشتیم بحث میکردیم که برای تهران کدام یک از قضاوت مجرد دستگاه قضایی رو برای دادستان کل استان تهران بزرگ انتخاب بکنیم. میگو در همین اثنا زنگ زده شد و این منشی آمد و آقای شاهرودی رو خواست، گفت یه تلفن ضروریه، و بعد که شاهرودی برگشت گفتش که این تلفن از بیت بود، آقای حجازی از بیت گفت نظر آقا اینه که آقای سعید مرتضوی دادستان کل استان تهران بزرگ بشه، و می گفت تمام مجموعه ماها که جمع بودیم اونجا یخ بستیم برای این که سعید مرتضوی اصلا و مطلقا در اندازه مثلا آدم های رده 3 و 4 اون دستگاه هم نبود، ولی ناگزیر اینها امضا کردند و ایشون در اون جایگاه قرار گرفت. آقای نورزاد، آیا ما باید شاهد سرنوشتی مانند سرنوشت سعید امامی برای سعید مرتضوی باشیم؟ نمیدونیم، من و شما اطلاعی نداریم. اینا بعید نیست این کارو بکنن، و اگر لازم بشه بخوان صورت مسئله رو پاک کنن این کارو میکنن. مثلا داستان امیر منصور آریا بود، واقعا اونجا صورت مسئله رو با اعدام اون فرد پاک کردن. علتش هم این بود که هم اطلاعات هم سپاه از قبل اون شخص کلی پول بالا کشیده بودن و همه آوار خرابی ها رو باید اون سر او فرو می ریختن و صورت مسئله رو پاک می کردن. اینجا هم ما نمی دونیم، اگر بخوان آواری رو خراب بکنن که منجر به بقای بیت بشه و بیت از ترک های باشتابی که به سمتش میره در امان باشه، بله این کار رو می کنن. منتها من گمانم در اینه که اینجوری آشکارا او رو نمی کشن، اعدام نمی کنن، یکم به درازا می اندازن، مثلا یا الان براش یه حبس ابدی ببرن و مشارکت در قتل یه مقدار بارش سبکتره از این که عامل باشه. به هر حال حالا شما نگاه کنید، آقای سعید مرتضوی پذیرفته که یک چنین کاری جنایت بوده و اون افرادی هم که کشته شدن شهیدن. حالا اگر سعید مرتضوی
ما بگیریم معاونت در قتل و براش حبس ابد هم بدیم. خب قاتل کی میشه؟ قاتل کی میشه؟ یعنی چه کسانی رو دارن کشتن؟ اونا چی میشه تکلیفشون؟ و تو این 7 سال چرا اونا حرفی ازشون نبوده؟ اینه که ماجرای نامه پوزش خواهانه آقایمون مرتضوی شروع یک ماجرا است، نه بلکه پایان یک ماجرا. به گمان من مثلا مرگ مشکوک یا مثلا خودکشی مشکوک پزشک کخیدک، اینا ماجرای پیچیده‌ای که از دست اینا برمیاد. اینا واقعا آدم کشتن به راحتی، هر جا لازم باشه میکنن. مثلا شما خود جناب علی، من پیشنهاد میکنم آقای بهشتی یه پرونده باز کنید راجع به کشته های مثلا به اسم دانشمندان هستی. اینا رو هم اینا خودشون زدن کشتن، خود اینا زدن کشتن در این که در بنبست مذاکرات هستی یه راهی مظلوم گرایانه باز بکنن. زدن یه عده رو کشتن به اسم دانشمند هستی. و جالب این که حضرت آقا رو هم برداشتن بردن تو خونه اینها که دستی به سر بچه اینا بکشن و تسلیت بگن. اینا اینجوری که از این کارا میکنن. بله، من سرنوشت آقای سعید مرتضوی رو بسیار ظریف میبینم، ظریف از این منظر که اعتراف ایشون به اون جنایات و پوزش خواهی ایشون از دور که نگاه میکنیم انگار که مثلا پرونده میخواد بسته بشه، ولی نه، این پرونده داره باز میشه و میتونه باز بشه. یکی این که به ایک رهبری میگه که آیون صاحب خونها این پوزش خواهی کرد دیگه، را بپذیرید دیگه. ولی یک بچه بسیار بزرگش این که پوزش خواهی آغاز دادرسی است. این که برای ایشون پوزش خواهی کرد، قاتلات چی میشه؟ ولی اینا این کار رو میکنن. چون مثلا شما این تو ماجرای کوی دانشگاهی سربازی رو خاطر ریش دراش مثلا حالا تنبیه کردن، توبیش کردن، اونجا جنایت انجام شده بود، بعد این اتفاق ممکنه رقم بخوره. سال بعدی من آقای نوریزاد مربوط میشه به موقعیت نظام حاکم بر ایران. با افشای یک چنین اسنادی در همین مدت کوتاه، فایل صوتی آیت الله منتظری و کنار رفتن پرده از اون جنایاتی که در سال 67 صورت گرفته بود، یا همین نامه‌ای که آقای مرتضوی می‌نویسه و اعتراف می‌کنه به تمام اون جنایاتی که صورت گرفت در سال 88 که 7 سال تکذیبش کرد، و این نامه آقای مرتضوی اعتراف به همون نامه‌ای که آقای کروبی 7 سال پیش نوشت و گفت در زندان‌های ما تجاوز می‌کنند به پسران و دختران ما، و تمام این وقایعی که ما میدونیم، این اسناد داره یکی یکی بیرون میاد. موقعیت نظام حاکم بر ایران به چه سمت و سوی میره؟ من یه بارم ظاهرا به خود شما گفتم اگر فردا یه سند منتشر بشه که آقای خامنه ای دوره جاسوسی میده توی شوروی، شوروی سابق، این سند منتشر بشه هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی صد تا مثل مرتضوی ردیف بشن، صد تا سند افشاگرانه منتشر بشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاق باید با مردم بیفته. مردم اینجا درگیر معیشت هست و نگران معیشت هست. یعنی جوری اینا تنظیم کردن زندگی مردم رو، یکی از علتی که پول های نقد کشور رو فرستادن مثلا از افغانستان شروع کردن تا نیجریه، یعنی شما تمام این سوریه و لبنان و فلسطین و اینها رو بگیرید برید تا نیجریه، اینا پولای نقد این سرزمین بود. وقتی اینا خارج میشه زندگی مردم اینجا با تنها میام اینجا، هیچ اتفاقی به گمان من نمیافته. یعنی باید با مردم هر اتفاقی بیفته. مردم حال روز حرکت رو ندارن بنا به دلایلی که گفتم. و سوال آخر من آقای نوریزاد، مردم چگونه برخوردی میتونن داشته باشن با یک همچین سیستمی، با افشای این همه جنایات، با افشای اسناد این همه کشتار و اتفاقات و جنایاتی که در زندانها صورت گرفته؟ مردم کار زیادی نمیتونن بکنن، به خاطر اینکه مناسبات سیاسی در آن سوی اراده مردم داره شکل میگیره.
اگر در فرد نظر مردم مهمه و اعتراض مردم مهمه، به خاطر اینکه مناسبات سیاسی با حضور مردم شکل میگیره. اینجا بدون حضور مردم همه قضایا رو سامان میدن، آدمایی رو که میخوان انتخاب میکنن، آدمایی رو که نمیخوان کنار میزنن و به مردم خبر میدن. اونم تازه بعضی از خبرها رو ما از رسانه‌های دیگه میشنویم، مثلا در مورد پایگاه هوایی نوژه این خبر رو اول روزها منتشر میکنن و اینجا هم دلخور میشن تا بود چرا این خبر رو منتشر کرد. همین دلیل اینجا مردم غریبه محسوب میشن یا نامحرم محسوب میشن. مردم باید در یک بزنگاهی شروع کنن به این که آقا ما صاحب حقیم، ما صاحب سهمیم. حالا این کی بخواد شروع بشه؟ زمانی است که آگاهی جای جهالت رو بگیره. من یک مزار تره‌بار نزدیک منزل ما هست، من دو روز پیش رفته بودم اونجا میوه بگیرم، یه آقای نفس زنان آمد گفت شما آقای نوری‌زاد هستی؟ گفتم بله. گفت من یه تقاضایی از شما دارم. گفتم بفرمایید. خیلی جدی نفس نفس میگرد، آدم محترمی به نظر میرسید، سن و سالی هم ازش گذشته بود، شاید مثلا 55 سالش بود. گفتش که اینجا اتیکت زدن که میوه ها رو میتونید شما جدا بکنید، ولی این غرفه اجازه نمیده من جدا بکنم. شما توی مصاحباتون اینا رو مد نظر داشته باشید. این نشون میده که مثلا حاجت های مردم و بخشی از مردم معلومه تو چه محدوده ای داره سیر میکنه. یعنی ما زیاد نباید انتظار فراوانی رو بر شانه مردمی که درگیر یه مقولات دیگه یعنی بار بکنیم. این مردم باید بهشون فرصت داده بشه. یعنی این بخشی که آمدن توی خیابون اعتراض کردن نباید آمار مردمی ما باشه، باید میلیون ها مثلا هموطنانی در رقم آماری ما جا بگیرن که اصلا مطلقا اصلا براشون حقوق بشر و جامعه مدنی و حقوق اجتماعی و اینا اصلا براشون مطرح نیست. آقای نوری‌زاد سپاسگزارم.